سالها تنهایی در انتظار فرزندی بود که خوشبختی او و همسرش رو تکمیل کنه. الو آقای مطیع، مژده بدید. چی؟ گفتین صاحب دختر شدم؟ خیلی ازتون متشکرم. همین الان میام زرشگاه. سر از پا نمیشناد، چون سالیان دراز بود که آرزوی یک همچین لحظه رو داشت. اصلا یالا زود داشت بریم زرشگاه، یالا. کدومشونو ببوسه؟ برای آدمی که ثروتش از پارو بالا میرفت دیگه خوشبختی از این بالاتر نمیشد. اسم یکی از دختراشونو گذاشتن جاله، یکی دیگر هم شبنم. دخترها مثل سیبیش از وسط دو نصف کرده باشن به هم دیگه شباهت داشتن. روزها سپری میشد و اونا مثل دو تا دست گل بزرگ میشدن. در همین موقع فوت پدر یاسمین همسر ناصر در استانبول و رسیدگی به ارث و میراث او ناصر رو مجبور کرد که به ترکیه بره. اون با زن و دو تا دخترش رهسپار آن دیار شد. اونا برای دخترای خودشون یه پرستار گرفته بودن تا ضمن اینکه به کارهای خودشون میرسن بچه‌هاشون هم تنها نباشن، در ضمن در تعلیم و تربیت اونا خللی ایجاد نشه. اما یکی از این روزا که پرستارشون ژاله رو برای تفریح به کنار دریا برده بود، اتفاقی افتاد که داستان این فیلم از همین زمان شروع میشه. کلیه ولگر که در اونجا فراوونن با گرم کردن سر پرستار نقشه ربودن ژاله کوچولو رو که سر وضعش نشون میداد دختر پولداریه چشیدن. سلام علیکم. به به خانم خوشگله، دستتو بده ببینم چطور لی داری. این کلیه های ولگرد همیشه بین اسپانیا و ترکیه در رفت آمد هستند. اغلب مترصد هستند با به چنین کارهایی دست بزنند. در ضمن اینکه زن کلی سر پرستار بچه رو به عنوان فال گرفتن گرم کرده بود، مرد کلی در پی فرصت بود تا بچه رو بدزده. و چون در این کار تجربه و مهارت کافی داشت، خیلی زود تونست از موقعیت استفاده کنه، بچه رو گول بزنه و با خودش ببره. به همه جا سر زدم، اما مثل اینکه ژاله آب شده بود و به زمین فرو رفته بود. کوچکترین اثری از او نبود. این بزرگترین ضربه روحی برای پدر مادری است که یکی از فرزندان دوقلوی خودشونو از دست بدن. کلیا ژاله رو به خونه خودشون بردن و اونا وادار به آموختن دزدی و جیپوری کردن. حتی پلیس نیز با همه جستجوی خود از پیدا کردن بچه عاجز بود. بی نتیجه ما، همه انتظارها بیهوده بود.
آنها از پیدا شدن ژاله قطع امید کردند و بالاخره مأیوس و ناامید به تهران بازگشتند. در حالی که ژاله در چنگال کولیا اسیر بود، آنها شبانه روز مشغول آموختن دزدی و جیببری و رقص آواز به بچه ها بودن تا بتونن در آتیه به خوبی از اونا استفاده کنن. همیشه تو جشن تولدم یاد خواهرم میفتم. ایت که دیگه بر نمیگرده پیش ما. چرا دخترم؟ اون رفته مسافرت، به زودی بر میگرده، همین روزا پیداش میشه. آره دخترم، ناراحت نباش. آخه پس که بابا؟ همین روزا میاد دخترم. خدا کنه زودتر بیاد، دلم واسش یه ریزه شده. اونم خیلی دلش واسه تو تنگ شده. ما باید به یاد اون امشب خوش باشیم، چون جشن تولد اونم هست. خب دیگه شما رو خاموش کن دخترم، فوت کن. چشم مادر جون. به تبریک، ایشالله جشن ازدواجمون برگزار بشه. ایشالله عزیزه. اگه ژاله اینجا بود جشن 18 سالگی اونم برگزار میشه. این 10 سال گفتم گم شده، برای من 1000 سال بوده، ولی هنوزم از پیدا شدنش ناامید هستم.
aşkından sarhoş oldum, derdinden bir hoş oldum. Gel artık berdoş oldum sevgilim, sevgilim. Cemile, cemile, cemile yar yar, gel artık berdoş oldum sevgilim, sevgilim. Cemile, cemile, cemile yar yar. سلام، حالت خوبه؟ قربانت برم نیست. من هم نیم ساعته که منتظرتم، دیگه داشت با سلام سر. دیگه هیچ مانعی در راه عروسیمون وجود نداره. آه، جلو تو نگاه کن، یه وقت ناکامون نکنی. یه خورده دیگه هم باید صبر کنی. من مقدمش رو چیدم که موضوع رو با پدرم در میون بذارم. نکنی یه وقت مخالفت کنم. تو حالا پدرم با خواستای من مخالفت نکرده. اتفاقا دیروز داشت از تو تعریف میکرد. میدونی که پدرم به این آسونی از کسی تعریف نمی کنی. Elli verdim, fırına pişmedi kaldı. Yarına bakayım dedim, tuzuna ah doyamadım. Tadına bakayım dedim, tuzuna ah doyamadım. Tadına bakayım kelle, kelle gel beni biraz. Dille bakayım kelle, kelle gel beni biraz. Dille bakayım kelle, kelle gel beni biraz. Dille bakayım kelle, kelle gel beni biraz. بیا یخته بشین برای دل دایید. بیا دیگه ناز نکن قربونت شدم. آده بیا دیگه بیرشین مرگ من بیا بشین. یه تو اقلا کنم یه دعوت خودم بکن قربونم اشکالت کنم. مرگ من ناشت کن ناشت برای تو بکن جیمه قربونت کنم. قشنگ دارم. ای خانم، خانم خوشگله، یه گل از من نمیخرین؟ جون شما چون مشتری اکیلی یکی رو مفتی به تون میدم. بفرمایی قربون دست شما. بفرمایی خانم. قربون شما. ردش کن ببینم زود باش. بیا باشم مال واجی، اینم مال من. میخک دارم، گلای قشنگ دارم. هی آقا، میخک نمیخری؟ معلوم شما دانشگاهتون رو تموم کردیم. مثل این که در رشته روزنامه نگاری فارغ التحصیل شدیم. شبنم راجع به شما با من صحبت کرده. خیلی متشکرم. میدونین من دخترم رو طوری بار بردم که خیلی بهش اطمینان دارم. بله البته هر وقت که میل دارید میتونید پیش ما بیاید. جدا منو شرمنده میکنید قربان. یه روز باید ترتیبی بدین که با مادرتون آشنا بشین. با کمال میل. اجازه بدید یکی از همین شبا دعوتتون کنم منزلم. متاسفانه این روزا وقت نداریم، میذاریم برای بعد. چرا بابا جون؟
چون یه کاری پیش اومده که باید تا چند روز دیگه برم مسافرت. تو و مادرت هم با خودم میبرم. بعد از 15 سال دو مرتبه میخوام برم استانبول. یک کیف بغلی، چهار تا دستبند، سه تا گوشواره، دو تا انگشتر، دو تا قالیچه، یک صندوق پرتقال، کار کدومتونه؟ آخ رئیس قربونت برم، تو که ما رو میشناسی، ما دیگه توبه کردیم، بی خودی دارم به ما بفتون میزنن. ببرید ازشون بازرسی مدنی کنید. والله به خدا ما کنهایی نداریم، ما هیچ کاری نکردیم آقا رئیس. شما هنوز دست از این کاراتون برداشتیم؟ رئیس جون خودتون که میدونیم ما مطلب دوره گردیم، باور کنیم ما دیگه اهل این کارا نیستیم. این کار ما نیستون شما. من تو کوچه منتظر دنم بودم، همینطوری باعث بودم که یهو ریختن سرم منو گرفتن آوردن اینجا. راضی اینا رو قایم کرده خودش حاضر شده اعتراف کنه. خب چه میگی؟ آقا رئیس به اونا رحم کنین، راستشو بخوان اونا گناهی ندارن، برای یه چیز کوچولو میخوان ما رو زندونی کنین، ولشون کنین برن، همه کارا رو من کردم. همشونو زندونی کنین. شما ما میگونن ما چه کاری کردیم؟ من که دارم میگم اونا بیگناهن، همه چیزا رو من دزدیدم آقا رئیس. بسیار خب، فقط اونو نگرش دارین، از بقیه هم التزام بگیرین. همه رو صورت مجلس کن برو. آی دکتر تو هم آزادی. قربون شما. امشب نگرش دارین، صبح بفرستینش دادسرا. همسر عزیزم، امیدوارم همسر خوشگله تو گوش دندون فراموش نکنید. ایشالا عمر عزتتون خداوند زیاد کنه. قربون شما. خدا درجات بالا برای آقا رئیس. خدا ایشالا بچه هاتون واسه تون نگرد. برو برو. من نمیام، هنوز خاطره ی خواهرم فراموش نکنید. دختر جون تو حتما باید همراه ما بیایی، نمیتونیم تو رو اینجا تنها بذاریم. میدونی دخترم، از وقتی که طفلک خواهرتو از دست دادیم تنها دلخوشی ما تو هستی. اگه تو نیای منو پدر سمیم چه بهتر که شما نری. من نمیتونم ازش جدا بشم. از کی نمیتونی جدا بشی؟ از علی. خب این که کاری نداره، علی رم بیا. چی؟ علی هم بیا. البته مانعی نداره که اونم بیا. پدر جون شما چقدر خوب و مهربون هستی. سلام آقا. سلام قربان. علیکم السلام. برای ما چند تا اتاق رزرو کرده بودن. اسم من ناصر مطیعیه. بله قربان، طبقه سوم آپارتمان شماره 5. متشکرم. آقایونو ببر طبقه سوم آپارتمان شماره 5. خیلی ازتون متشکرم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. بریم. آپارات شماره 5 بود. بفرمایید. آپارات شماره 5 اینه. بالاخره اتاقمون کجاست؟ اینه هم حساب خونه‌های خودمون بمونه. اون اتاق بغلی مال حسن، اتاق دست چپی مال علی، این اتاق مال شبنم، ما تو اون اتاق میخوابیم. امیدوارم که اینجا بهمون خوش میگذریم. حتما بهمون خوش میگذریم. فرمایش نه خیر، متشکرم، مرسی. من فکر میکنم اول یه دوش بگیریم بهتر بشه. بس گفتی، منم خیلی خستم. سلام.
ملکه دوش بیام چطوره؟ خوشت بیام آره، اینگو راحت رو بیا با این راحت رو بلغم برخص تو با چه؟ کمانه رو این که بگم خیلی با پوری جل چشتو نگاه کن بیا دادش ما چکر بینم آخ خوشگله میخوای فالت بگیرم بیا دیگه ناز نکن جونی نمیخوام دختر جون احتیاجی به فال ندارم متشکرم حالا چرا فرار میکنی یه دقیقه وایس نترس بابا پول نمیخوام جون اون خانم خوشگله که باید بذار فالت بگیرم ده وایس دیگه جونی دختر زلم هر چی تو دلت هست هر رو بذار پیش کارت زلم کن او چه بد اخلاق اصلا بهت بار دیگه دختر نگاه کن چه غزه پوله دیونه اینجا ما نست دارم پولی سر یه دختر کالی بود از اون سمجا بود خیلی بونم و بردم برفرم شدم بیچاره شدم کدوم به نسوخته این کاره کرد اگه گیره بیفته هم برکات میذاره پسرت در میارم چی شده رجب؟ چرا گریه و زاری رو انداخت؟ که بدونی چه بلایی زارم و برفرم شدم بیچاره شدم آب بس کن مگه چشتیات نفت شده بدتر از اون تمام داراییم دو جیب من بوده کیف و پولا با همه رو زدم بیچارم کنن الهی جست چی کار بزم این من آب مگه نمیدونستی که اینجا احمقا رو میشنسن حتما از قیافت شناختن و پولا تا زدم اینجا شهر غریبه اگه چشتو ما نکنی یه وقت خودت هم میدون بدره و دره برده تو این شهر غریب آه ندارم با ناله سجا بکنه بلا خب رجم بسته نکن خودم بهت قرض خدا هم از یک بده هیتلر جلیا 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 خیلی به کیفم کجاست؟ کیف منم دزدیده؟ بردم خب الحمدلله کیفم بله جناب علی خان اینجا چشو دم بذاری خودت هم میدوزدن کیف کردم رفت نمیدم گذرنامه اون بیچاره هم بلند کردی؟ خیلی خب پولاش مال من گذرنامهش مال تو بگی خیلی با حساب تقسیم کردی پولاش مال من گذرنامهش مال تو این پول اگه پیش من باشه جاش قرص داره اگه بدم دست تو یه روزه تمومش میکنم واقعا که رو داره سفلی نگاه عکسش هم اینجاست قیافش بردک یه چی شد نفهمیدم حالا چرا تو بهش زل زدی تا چشو تو درا تا چشو من درا تو حق نداری به عکسی مرد دیگه نگاه کنی تو چه یه من چه تو فقط باید به من نگاه کنی قطار چون مال منی اگه به یه مرد دیگه نگاه کنی چشم تو از کاسه در میارم فهمیدی نه غلط میکنی بی خود زر زیادی نزن معمول هیچ کی نیست یه رو قشنگ ازش خوشم میاد یه دفعه دیگه ازش تعریف کن میذارم جفت چشاتو ترمز کن تو جوب نیفتی با اون کسی که بخواد دست رو من دراز کنه هنوز شکمه نرش بیرون نیمدی یه دفت دیگه این حرفو بزنی ولت میکنم میرم دیگه هم من نمیرم کاری نکن که اون روی سگی من بالا بیاد فهمیدی ببینی قدر جون تو وقتی کفری میشی خوشگلتر میشی چند دفعه بگم من کشتتم حاضرم تمام دنیا رو فدای تو بکنم من وای که میخواستم یه خونه خوشگل واسه بخرم آقا شپیش تو جیبش سقاب میندازه حالا میخواد واسه من خونه بخره فایده نشستن چیه؟ بریم کلانتری شاید بتونیم دوزمونو گیر بیاریم خیال میکنی تو رفتی پولاتو میذارن جلوت در هر صورت بهتره یه سری به کلانتری بزنیم من رفتم بله منم بگی کام شو اینگر خواهی تلوست نکن اینم خودت هم بدون بال میبینم، تاله میبینم، سر کتاب با میکنم ای آقا، بیا پایتو بگیرم، جون شما امتحانش ضرر نداره شما این آقا، چرا فرار کرد؟ بس فرار جو بگیرم نمیخواست خانم بگیرم بارد دیگه فرمشه دادین؟ خیلی معذرت میخوام قربان گذرنامه و پولم عجیبم یادتون میاد کجا ازتون زدم؟ بله فکر میکنم جلوی هتل ترابیه به نظر من شما حواستون پرت بوده چون معمولا اونجا جای شلوغی نیست ببینم تو کدوم جیبتون گذاشته بودی؟ تو این جیبم مثل این که چی؟ مثل این که پیدا شد اما قبلا هرچی گشتم تو جیبم نبود خیلی عجیبه
معذرت میخوام، مثل اینکه من حواسم سر جاش نیست، تو جیبم بود. خب پس گذرنامتون پیدا شد، ولی بهتون توصیه میکنم که حواستون رو کاملا جمع کنید. باور کنید گم شده بود، نمیدونم چطور شد دو مرتبه تو جیبم پیدا شد. خب دیگه دنبال چی میگردید؟ والا پاسپورتم هست، ولی پولم نیست، بلیط طیارم هم نیست. شاید پولتون هم یه جای دیگه گذاشتین یا خرج کردین یادتون رفته. بله ممکن. اینا هم بالاخره نگفتی کی با هم عروسی میکنی؟ چی رو عروسی بکنی؟ بعد وقتیمون کم نیست حالا عروسی هم بکنی؟ فقط همین مونده که زنی یه مفلس آسوپاس بشه. نفهمیدم با سیما پاتی پاتی شو. تازه فایده این عروسی چیه؟ خب معلومه عروسی میکنیم چند تا توله پس بنزیم دیگه. تو همین خیال باش، خودمون کم بیچارگی داریم حالا چند تا توله بدبخت هم درست کنی؟ آقا خوابای طلایی میبینه. من میخوام وقتی عروسی میکنم هرچی میخوام داشته باشم. نخیر باز اشتباه شد. وی هیکل خوندم نمیتونم چارده از که نازه بشکرم. ای خود من چقدر بدبختم. یالا مطلع که برو سراغش. یا وای بدون سایی بکنی در نظر برم. اوخی ناز نازی بگو ببینم اسم مبارک شما چی چیه؟ اسمم قزاله. اسم منم بوچهی چه موهایی چه دهنه بونچهی چه چشهایی چه دستایی گفل مبول ناز و حدیث موزیر میرا چی کار میکنی؟ حواسته بده به توی بده ببینم من خشنگ خوشگل زیاحت دادم کنم یه ماچه کچولو به چک موزیر زمینه توی تو نازو تو ببینم. تا دیگه رو تو زیاد نکن جونی. آتی دیالا اومدی و نسوزی ماما دی من که دره شوزرم تو چه انقدر ناز میکنی؟ بوشی از اینجا بریم. کجا بریم؟ میریم لوکان تحت من گشنته یه چیز اونجا میدم بخوری که حل. نفهمیدم این نره قول کیه؟ وای حضرت آقا کی باشم؟ من شوهرشم قول بیابونی. با ناموس مردم چی کار داری؟ کاری ندارم. یا فوری از اینجا بزن به چک یا مادرت به عزت میشون. ولی من که هنوز کاری نکردم. راست میگه به خدا منم کاری نکردم. تو اینو شسته بودیم اینجا داشتیم خواستگی داریم. آره بود کفر میکنی بزنم خونه کثیفت از آسمون بیریزم زمین. یالا گورت گم کن و الله خرخرت رو میبارم مزه عرق هم میکنم خیلی که گوه. منم مزه عرق نکن بیخی گلتو میگیرم. ببینم دختر جون دوزی نباشی با چی داری میگی؟ من از خجالت بکشی این ساعت مال من یعنی عرص پدرمه. بیچاره بابا من اینجا وقت بیش محروم شد. خیلی خوب خیلی خوب، خدا رحمتش کنه دختر جون. گرگی نکن، دنیا همینه دیگه، بالاخره مرگ میره. ببین ساعتش ارزشی نداره اما زنگیرش مثل این که تداست. من هزار چوب بهت میدم که فوری بزنی به چاکو بری به کارت برسی. هزار چوب؟ آره. مایز تو قیمتشو خیال میکنی حالا گیر آوردی؟ من از کسی گم پرسیدم این چندر قصد کجای من میرسه؟ خیلی خوب، من که بابات مرده دوزم تو میخرم. بیا 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 تعویض بگی دختر جون. این یه هیچی رو میتونی؟ من اگه هیچی اش نداشتم اصلا نمیفروختمشون. یادگار پدر مرحوم جونی بابی. نزن دوزم تو بیشتر نمیخرم. خیلی خوب، خود دوزم رو سرت بده خیرشو ببینی. بیا بیا بدش من دست درد نکنه. بدش خود جونی. ببین مواظب باش پول زیادی یه وقت ازت نزنن و قایمش کن. خیال کردی ما پول نیده ای؟ دختر ناشی چجوری از بابا جی به باد میده؟ 5000 لیره قیمت واقعیشه. 10000 لیره قیمتش بود. ساعت یادگار مرحوم پدرم بود. وقتی میخواست عمرشو بده به شما ساعت رو داد دستم، گفت گوچلی جون جون تو و این جون این ساعت یادگاریه. آدم یه همچین یادگاری که با تو جیبش نمیذاری میذاری تو تاخچه خونه. جناب رئیس خودم هم میدونم اشتباه کردم. خواهش میکنم جون این سیبیلا پیداش کنی. پاشو بیا اینجا آقا. حالا برو ببین چی میگه. من تا ساعتم با زنجیر ساعتم پیدا نشه از اینجا جم نمیخورم. برو حالا با من چی جیب اون. حالا ببین شاید اونی که جیبت زنه بشنسش. برو بابا. وقت که اگه اون دختره یه وایپریده رو پیدا کنم با دسته خودم چیز نشتیم. عکس و این آلبوم خوب نگاه کن. ببینم نخر اینا نبودم. اینا که همه مردن، اینا هم که نامردن. نه آقا زن بود.
باید همین تو باشه. همینه، همین خود خودشه. اسمش غزاله، چی پر خوشگله است، خیلی سابقه داره. دست شیطون از پشت میبنده. من هیچ وقت کل زرم نرفته بود. این دختره یه ورپریده چنون منو خواهم که تازه نفهمیدم ساعت کی زد، چجوری زد، در یه چشمه هم زدن ساعتم که اینجا ماویزون بود زدش به دره و دره بود. لابد خودت ترس اومده باش باز کردی. آدمی که دره باشه همینه بابا جون، قربونت برم. راست میگه، تقصیر خودم بود. من هرچی آدم چشرونه که خودم باشم لحنم. این زنجیر خودمه. بذارین دستتونو مچمالی کنم آقای رئیس. عوض این که دست منو ماچ کنی، مواظب چشمای هیزت باش که دنبال هر دختر جوونی را نیفتی. چشم دیگه توبه کردم، به خدا غلط کردم، دیگه از این غلطا نمیکنم، باور کنی. شما باید این صورت جلسه رو امضا کنید. به اتومبیل های گشت اطلاع بدین که غزال جیبو رو پیدا کنن بیارنش اینجا. بله قربان، پیداش کنن، شاید منم بتونم پولم ازش پس بگیرم. باور کنید اومد پیش من گریه کرد، گفت پدرش مرده، منم دلم سوخت ازش خریدم. داری دروغ میگی، هر کسی مال دزدی بخره مجرمه. تو هم شریک دزدی هم رفیق دختر. من از کجا میدونستم مال دزدیه؟ من یه تاجر شرافتمندی هستم که 30 ساله دارم با آبرو زندگی میکنم. باور کردم تو بس دیگه. قربان، باور کنین که من اهل این کاره نیستم. خیال نکنین که من مال دزدی میخرم. برای اولین دفعه بود. خب دیگه با اجازه، تا غزال پیدا نشه هر دوتون باید اینجا بمونین. توقیفین. یعنی بهندم توقیف؟ بله تو هم باید اینجا باشی. تو اصلا توقیف نکن. اینا رو از پول اون ساعته خریدی؟ نفهمیدم منظورتون چیه؟ اگه یه نوشبت و کلونتری با ما بیم منظورم رو میفهمی غزال خانم. من غزال نیستم، شما عوضی گرفتید. اسم من شبنم. شما هر روز یه اسم اسمتون تو میسه بیلا بیفتنه ما تلفن خود زد بلام کنید، شما عوضی گرفتید. برو بینم. بفرمید در این قسمتم فارسایی شما بفرمید. بدش بینم. چشم مشکر چقدر بلیتون میاد، خیلی خوشگل شد. قیافره باش حاله شدی غزال خانم. گفتیم غزال؟ غزال کی؟ خودت میدونی غزال کی؟ پولا رد کن بیا جود با. مگه تو قول نداده بودی دیگه جیب باری نکنی غزال؟ غزال کیه؟ شما عوضی گرفتی. من شبنم، دختر آقای مطیعی هستم.
از ایران اومدیم اینجا گردش. تو هتل ترابیا هست. میتونین تلفن کنین بپرسین. خیلی خوب شبنم خانم، معذرت میخوام. الان تلفن میکنم ببینم راست میگی یا نه. هتل ترابیا رو برام بگیر. بله اینجا اتاق آقای مطیعیه، نخی خودشون تشریف ندارم، بنده نوکر ایشون از دفر بار. پدر مادر ایشون رفتن خرید، دختر ایشون اونم رفته خرید. کی؟ اداره پلیس؟ اداره پلیس و یا اداره پلیس آقای مطیعی جیباری کرده شبنم خانم خودشون میلیونر هست، احتیاجی به این کار رو ندارم. غیر ممکنه، اصلا چیزی ممکنه؟ چش الان میام خدمتتون، گوشی دستتون باشه اومدم. هر به این گنجگیری نمیدید همچه من حجره دارم و اینا چاکری دو بردارم قربانتون. میداریم بگریم خوشگل سواری من همین کناره. هی حالو مگه پارتو پوستو نمیدید؟ خیال کردی من از اوناشم؟ پارتو پوست برام خواه میکنیم. ما چه جزره کنیم؟ وقت ما دلت میخواد بیبریم و گشت رو بریم خوش میگذارم مرگ تو سواری من همین بقله بیبریم سوار سواری من یه شب تو اتول ما بعد بگذاریم مرده شروع نه اتول تو بره برو گوره تو گم کن ببینم شبنم خانومه که من میگن از قرد سمک من ولت میکنم جون من بیبریم جون از جون اسی تو بایده پولیس خواهر میکنم نفر رو بسید بسید جنب آقا خانم جون شما بعد کاری کردیم تو شهر غریب که آدم تنها را نمیفته خیابون بیا از چاله در اومدیم افتادیم تو چاله را واس کن باید بیا تو دیگه کی هستی؟ خوبشون بابا مامانه تو شماره ندیدن بابا مامان دیگه کیه؟ گفتم خوبشون شماره ندیدن و الان گندش در میومد بفرماییم بریم هتل بارا پای کارت اینقدر چرت و پرت نگو بابا شبنم خانم این شوخی تو شهر غریب کنی ای یکی دیگه دیوونه بفرمایید خانم بگیم خوب میگیم خوب میگیم هتل عظیم ولی بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید شما حق ندارین من اینجا نگه دارین خواهش میکنم دو مرتبه به هتل تلفن کنین تا پدرم بیاد و حقیقت به شما بگی پدرم وکیل دادگستریه ما از خانواده محترمی هستیم تو رو خدا دست از این حرفا بردار بذار به کارم برسم دختر وقتی اکلا داری تلفن کردن ندیم این داری فرنگ بشم اگه پدرتون بفهمه پدرتون رو داری گفتی از کلونتری تلفن کردن بله خانم خود منم خیلی ترسیدم گفتم اونها حتما شما رو عوضی گرفتم ببنی تا چه خوشمزه خب بازم تعریف کنم میرم خیرس برو بالا جانم برو اونم شما که منو نسبر آم کردین که درک که نسبر آم شدی بذار منو برداشت اومده اینجا آره طلب کنم از خیکی گنده نفهم به من میگین خیکی گنده معلومه که تو میگن تو تیبونه یه اصلا چپ داری بابا هم تپ دارم هم فشار خونم رفته بالا و الحمدلله که کلامتری آزادتون کردم اونجا چی کار داشتیم؟ به تو چه؟ اصلا تو چی کاره ای؟ مگه وکیل بسیه منی که از من بازپرسی میکنی؟ بله خانو خواهش میکنم ببرم خب خلاصه اکلا داری تلفون کردم گفتن شما جیبونی کردیم منو میگیم پس شما سلمونی بودیم بینه مگه من نمیتونم برم سلمونی لباس بخرم خیلی خب فوری یه سیگان عرق و یه خورده بیا بخته بردو بیا که خیلی خستم زود باش معطلش نکن چطور شما امروز حوض عرق کردی؟ شما که همیشه میسکی میخوردیم که نه میسکی خیلی خب بابا حالا که میخوای ویسکی بیار اما لوبیا پخته یادت نره برو زود باش همونه مردر بیار بده بده میرم چقدر کیف داره لباسای قشنگ جواهرای عالی بزر ما هم یه روز مثل آدم های پولدار زندگی کنیم چه میشه اقبالت بلند غزال خانم گیری یه آدم احمق افتادی تو که همیشه آرزو داشتی چیزای خوب بپوشی خوب حالا استفاده کن بله الو اداره پلی
نه خیلی قربان دیگه گذشته. بله لازمی. بله بله لازمی. خانم ما خودشون تشریف آوردن اومدن منزل. بله عرض کردم دیگه لازم نیست، خانم ما خودشون تشریف آوردن، همین الان هم جلوی بنده نشستن. حتما اونی که اونجاست قلابیه. چرا وقت ما رو طرف میکنی آقا؟ آها پس این تو. بسیار خوب متشکرم. خب حالا دیگه چی میگی؟ بازم میخوای دروغ سرهم کنی؟ من دروغ نگفتم. این مسخره رو بندازین تو زندان تا عقلش سر جاش بیاد. صد دفعه گفتم من غزال نیستم، اسم من شبنمه، ولم کنین شما هم از دیگه. جانمی جان من مرده اینجور لباسم. اگه این لباس رو بپوشم خودمم خودم رو نمیشناسم. فعلا یه سر و تنی بشوریم تا بعد. سلام علیکم. سلام شبنم کجاست؟ بلا جوش اونجاست. آقا آقا مثل این که بعضی خانوم ناجور شده. چی؟ یارو خدا شد. عجب تصادفی. شبنم جور چی شد؟ چی داری میگی؟ هیچی بابا علیکی گفتم. میگم این انگشتری که دلت میخواست خریدم، خوشت میاد؟ البته انگشتر عروسی جای خودش محفوظه. جون من اینه واسه من خریدم. البته برای تو خریدم عزیزم. من از این عیزم بازی خوشم نمیاد، میخوام برم سر و تنم رو بشورم. اصلا تو شبنم چه شد؟ نیستی که تصادف کرده بردنش کلانتری از وقتانه یه فرم دیگه شدی. کلانتری باز چی؟ ولی نمیدونم ازش پرسیدم چیزی نگو. شما نپرسینو. به خانم آقا چیزی نگو، اگه مطلبی هست بذار خودش بگو. سلام. سلام. چطوری؟ مثل این که خیلی دماغی چطه؟ دست غزال پکرم. امروز باز موضوع عروسی رو پیش کشیدم، یه خبر متلک برام کرد. نگاه کن ساعت چنده، هنوز برنگشته. خب کجا ممکنه مونده باشه؟ من چه میدونم کدوم گوری ممکنه مونده باشه. اگه دستم بهش برسه گردنشو خورد میکنم. یواش بیا، اینقدر سخت نگیر. میدونی این دختره اصلا دوستی و محبت هیچ سرش نمیشه. میدونی که من الان کشت مردشم، هر دفعه یه نیشی فرو میکنه توی قلبم. اصلا این روزا به کلی هوایی شده. گریه نکن جونم، حالا که پیش من تنها نیستی دیگه چرا بی خودی ناراحتی غزال جون؟ اصلا دیگه تو رو خدا اینقدر من نگین غزال، مردم از این غزال. غزال کدوم حیوانی؟ اسم من شبنمه. آه دختر جون، مثل این که تب داری، تن خیلی داغه، داری هزیون میگی. آخه چرا به من نمیگی چته؟ شب نمو بسته باشه چه چه غذا خواهم؟ دارم غذا بخواهم، اگه چه کار کردم؟ خیلی بس ببخشینم. از وقتی اومدی اینجا اخلاقت عوض شده؟ نه چه عوض نشده، همون که بودم هستم با. شب نم چه کار داری؟ این شهر کسی؟ دارم جامعه رو میگیرم. اینجا که نمیذاری یه لقمه کوف کنم. باش بیزر میدی خودم هرچی دلش میخواهم. آها خوبه. حالا شرابی دیگه. آره سلامتی، خیلی گندت.
شکوفه جنگ رو بردم. ناراحت نشم، اعصابش یه خورده خراب. این سنجاق کراوات من کجاست؟ اون دکمه سردست مرواریدم هم نیست. تو ندیدی اصلا؟ والا قربون ما 4 تا سکه طلا داشتیم گم شده، بندی ساعتمون هم طلا بوده نیست.
انگشتر برمیون دستانم تو گنجه بوده نیست. شکر همگی، صبحتون بخیر. از اول صبح اوقاتم تلخ شد، مثل اینکه دیشب دزد اومده اینجا. کجا؟ اینجا، همه چیزمونو بردن. صبح بخیر. چه خبر شده؟ مگه دیشب در اتاقاتونو باز گذاشته بودین؟ حتما یکی از شماها شوخی کردین. آره شاید، ممکنه. بله ممکنه. آره باس مواظب باشیم آبرو ریزی نشه. من که خودم در اتاقم بستم. میخوام بفرمایید یکی اما دزدی کردیم. هرکی بوده خیلی زرنگ بوده. به هر صورت من که نبودم. چی به شما توبت داد آقا؟ بسیار خوب، مسلما خانوم منم که از این اخلاقا نداره. اختیار داری خانوم دستش کرده، کی میگی کرده؟ و اما راجب دختر عزیز. اوه خانم کوچولو که یه فرشته است. پس حتما میخوای بگی کار داماد آینده منه، نه؟ ولی خود با علی خان یه خوده دستش کج هست، ولی این کارا رو نمیکنه. خیلی خوب، پس ما چهار نفر که این کاره نیستیم، یه نفر میمونه که ممکنه بین ما دوز باشه. گل بجره تو بیایی حرفا به من بذاری، من که جونم و فده این شما میکنم. بعد از یه آخر من سره کنم حالا داری این حرفا به من بذاری. آقا گفت که ما چارتو این کاره نیستی، تو از قیافت پیداست که دوزی جواهرها و پولای ما رو تو دوزیدی. من ندوزیدم، امکار نداری من این کاره باشم. غزال، نکنه به سرت زده باشه رفته باشی توی این هتل. آخه چه دختری دیشب تا حالا پیداش نشده، نکنه بلایی سرش اومده باشه. اگه دستم بهت برسه گردنتو خورد میکنم، چشاتو از کاسه در میارم. جون شما راست، کار کار خودشه. چی؟ ببین عزیزم، من دست خر کوتاه. من زن گربون، چی میشه که باشم امشب به تو مهمون؟ کم نشیم بیا هی دل برم ناز تو بنازم. من خوش اخلاقم بوسه دارم با خود میزودم. دم تهرون من مرگ و جوگه، کباب برگ و کباب چنجه، صبح صبحیه دیگ حلیم میخوردم، واسه بلویه نایه میمردم. حال با خدا جن میشم، تو خوش میرم خد میشم، بیرونی و خوش میشم. جان 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 خدیجه، پشتک و باروشی جان 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 داره جیران، گرمیش کن به جیران. وای 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 قربونه ایرونه برم، من شنم با خود میبرم. بستنی اکبر مشتی صف میکشن براش تو پشتی، وقتی میگی آی بدنی گل چخبر میشه به این درشتی. بیر ما چه هشکی برمی، بیر غیر کشکی برمی، سن یه خورده غیر بر منه نفهمیدی؟ باشه من خودم یه خورده غیر برم سنه. Thank you.
یک موج آبدار از لبت من استیرم، من استیرم، من عاشقم سن خوشگلی، از عشق تو من بریرم، تو هم منو دوستم داری، چخ بریرم، چخ بریرم، یه جور با هم قاطی میشیم، قاطی میشیم، قاطی میشیم، سن بریری، من بریرم، سن یا شدین، من یا شدین، هر دو تا با هم یا شدین، بای، 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 قربونه ایرون بدم، من، سنم با خود میبرم، بای، 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 قربونه تهرون بدم، من، سنم با خود میبرم، من سنه رو میخوام، چجوری حالش کنم، میخوام باش عروسی کنم، من تو رو میخوام ببرم تهرون، فهمیدی؟ نفهمیدی؟ بگیم اون تو بهت میفهمونم. عزیزم میدونم چه اعصابت ناراحت، ولی لطفا یه خورده به حرفای من گوش کن. من راجع به عروسیمون با پدر صحبت کردم، اون راضی شده که ما همینجا مراسم عقد کنونمون رو برگزار کنیم. مادرت هم موافق عزیزم. نفهمیدم چی گفتی؟ یه مراسم عقد کنون کوچولو میگیریم، عوضش جشن عروسیمون رو خیلی مفصل در تهران انجام میدیم. بعد نگفتی میخوای کلک بزنی عروسی رو مفتکی برگزار کنی؟ آره. نه عزیزم، گفتم جشن رو در تهران میدیم. نه بابا، من هنوز تو رو خوب نمیشناسم، حراتش تو نباشه ممکنه جوش بیاری جونی. شمرم جون، مگه تو به من قول ندادی؟ مگه نگفتی دوستم داری؟ خودت میدونی که منم چقدر تو رو دوست دارم. من دوست دارم؟ خب دیدی خیر باشه عزیز. آه، اصلا از وقتی اومدیم اسلام و اخلاقت خیلی فرق کرد. بگو که دوستم داری، بگو که حاضری مراسم عقد کنونمون رو همینجا انجام بدیم. چی؟ بگو چی؟ سلام احمدی. سلام. فرمایشی بود؟ والا میخواستم ببینم میتونم اینجا استخدام بشم یا نه. البته پول برام هیچ مهم نیست، میخوام اینجا کار یاد بگیرم، فقط همین. موافقین یا نه؟ خب بگو ببینم چه کار بلدی. قبلا چی کار میکردی؟ کجا بودی؟ کجا بودم؟ والا کارم چیز بود دیگه، میدونین کار اصلیم چیز بود، اسباب جمع کردن و نظافت و اینجور چیزا، تو خیابون و بازار و اینجور جا را میرفتم، آتش خالا جمع. چه کارایی تا حالا انجام دادی؟ کی بنده؟ عرض کردم که یعنی هر کاری که بفرمایید من انجام میدم واسهتون، مخصوصا نظافت و چیزای دیگه، پاک کردن اسبابای اتاق، خلاصه نظافتچی خیلی خوبی هستم. بردم. خب چرا انقدر منمن میکنی؟ بگو جارو کشی، سفوری یا مستخدمی میکردی؟ بله. خب ممکنه به درد ما بخوری، حتما میتونی نظافت اتاق رو به عهده بگیری. بله بله، البته. خیلی متشکرم، امیدوارم بتونم رضایتتون رو جلب بکنم. بردم. باتوان احمد، اینقدر گرد خاک نکن. چشم عشق. حسین. آره حسین، اینجا چی کار میکنیم؟ خیال کردی فقط خودت تنهایی میتونی خودت اینجا جا بزنی؟ ما هم بلدیم بیام اینجا بی معرفت. پاش برو فراموش کردی گوشی رفت بیاره. اینجا لطفازی ران انداز ولی صاحب کنمیت حسابتو میرسه. دختر کل پوت، میخوای واسه با درد سر درست کنی؟ آخه یه لقمه نون حلال در بیاوردی میخوردیم چه بیدش؟ تو رو خود ساکت باش، الان پیداشون میشه. میدونین ایرونی‌ها یه دختر شبیه من دارن، تو بنفهم من حسابی پولدار شدی. دخترشون چی کار کردی؟ باور کن من کارش نکردم، مثل که کلک زده گرفتنش، من خدا خواسته که من عوضی جایی رو ببردن پیش خودشون. پس این دو شبم که ما قصه داشتیم دیگ میکردیم، خانم اینجا واسه خوش بودن. خب اقبالم بلند بود، خیلی دلم میخواست مثل خانم زندگی کنم، نمیدونی چه جواهرهایی کشتم. دختر ممکنه گنده کار در نروشی، خود رسونده اینا اینقدر پول دارن که این چیزا واسه شون مهم نیست. آه بذارشونت بدم چه چیزایی بلند کردم. من بشونت بدم چه چیزایی بلند میکنم. بیا بیا همشونو تماشا کن. یه شب به اتاقاشون دستور زدم همشونو لخ کردم.
خیال نکن با این خرف پرتا میتونی سر پرشیره بمانی. نه من یه گوشه ابری تو رو به 100 تا از این آشغالا عوض نمیکنم. فهمیدی؟ حسین جون پشت پا به بختمون نزن. نه اینقدر حسودی نکن، از من خاطر جمع شد، من فقط تو رو دوست دارم. برو یه خورده آب تو بگه دیگه، من همیشه مال تو هم عزیز. چه خواه من تو رو میشتسم یه شد خوبی بس دیگه، حالا وقت جور کردن است. جبار بیرو عجب فرمه ها خدایا پناه بر خدا. خدمت داره به این گرونی چه پیش خدمت های احمقی داره. بله درسته بندم شبنم تو دبارا دیگه چرا باعث دیگه نگاه میکنی؟ بارا بیرون دخترم حالت خوبه؟ قربونه تو بابا. بیرو چون اینجا استانبوله باید روکی هم بذاریم. بله شما مدتیه که هم دیگه رو میشستیم. خواهش میکنی بفرمایید. دیگه با اخلاق هم آشنا شدیم، هم دیگه رو دوست داریم. حالا دیگه خیال میکنم باید اخلاقتون زودتر سر بگیره. با بیش نبری منتظرم برمان. آره این افتخار با زودتر نصیبت بشه. خراب کردی. بینم این یک پیره دیگه اینجا چی میگه؟ مگه من چی گفتم؟ میخواستم بگم که این پیش خدمت چی میخواد همش واسطه به حرفای ما گوش میده؟ بیباره بیرو بینم آی سر مشخم بفرمایین خودم اینجا پذیرایی میکنم. بفرمایین ببخشید. به سلامتی جان. این تو هندق بلو دستور میده تلو برای ما خلوت کنن و یه جشن کوچک برپا میکنیم. خبر نداری که فردا شب جشن عقد کنون غزاله؟ خب خدا خواسته که این دختر فقیر و یتیم خوشبخت بشه و زندگی خوبی پیدا کنه. عجب شانسی. آره عجب شانسی. آره صبر کن ببین من چی کار میکنم. بهت بگم به این دختر کار نشه باش، هرچی خدا بخواد همون. چی داری میگی؟ من از بچگی با غزال بزرگ شدم، من عاشق اونم، اونم منو دوست داره. خیال کردی میذارم به همین مفتی از دستم دره؟ غزال مال منه، اون یا مال منه یا مال هیچ کس. خدایا این چه سرنوشتیه، همه منو فراموش کرده، نه پدرم نه مادرم نه علی، هیچ کس سراغ منو نمیگیره. آخه تو کی باید همینطور تو این زندون باشم؟ خدایا چی کار کنم؟ میاتو بیا بده اینجا، اینا هدیه جشن حق کنون شد. همه اینا مال منه، همش مال منه. خانوم اینا که قابلی نداری، شما خودتون تو تهران سطح بهتر از اینا رو داری. بله تو چرا اینجا باشتی مثل مجسمه ما رو بربر نگاه میکنی؟ برو بیرون. چه خیاله؟ انگار جایزه بخت آزمایی بازم نیست. اینجا که بخت آزمایی نداره که. شب نم خانوم برای تو پرجو یادم نبود من چه گیت شدم این روزا. جل ببخشی خانه سلمونیتون اومدم. بگو تو سالا منتظر باشه الان میام. بله برو بگو تو سالا منتظر باشه الان خانومیه یا نه چخه. آن اگم چخه نمیره که مشروب بودی باری کرده. سلمتی آقاست چخه. یعنی برو نمیذارم از جلوت پایین. بله جناب رئیس مطمئن باشین که خراب فرض نکردم، اشتباه شده. اون جیب بر خوشگله نیست که گرفتینش، اون دختره یه خانواده محترم ایرونیه. تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ قربان من با چشای خودم دیدم، یه وکیل عدلی است که با زن و بچهش اومده تو هتل ترابیا داره زندگی میکنه، همین الانم اونجاست. گفتی کجا؟ عرض کردم هتل ترابیا. اون جیب بر خوشگله الان تو هتل ترابیا پیش اون ایرونی است. این دختره شما عوضی گرفتی. این مهملات چیه پسر؟ من میدونم قربان، تا شما نبینین باور نمیکنین. این دو تا دختر اینقدر به هم شبیهن که آدم نمیتونه تشخیص بده. این غیر ممکنه، تو دروغ میگی. گفتی غزال کجاست؟ الان تو هتل ترابیا داره عروسی میکنه. عجب، با کی؟ با یه آقا فوکلی پول دار. خب علت اینکه تو این کار دخالت میکنی چیه؟ قربان میدونی که من همیشه نسبت به شما احترام قائل بودم، هر خدمتی که دستم بر بیاد انجام میدم. راستش یه خود واسه اینه که چطوری بگم، واسه اینه که من و غزال یعنی هر دوتامون هم دیگر دوست داریم، خاطر خواهی همین.
پس موضوع عشق خاطر خواهیه. بسیار خوب، بلی شما بفهمید، من از عقب دنبالتون میام. دوستان عزیز، من خیلی خوشبختم که امشب در این مجلس کوچک نامزدی دخترم شبنمو با علی عزیزم اعلام میکنم. من اطمینان دارم که زندگی پر سعادتی در پیش خواهد داشت، چون شرط اول هر پیوندی علاقه و تفاهم دختر و پسره. خیلی متشکرم، امیدوارم به قول معروف پا به پای هم دیگه پیر بشید. ممنونه. صبر کنید. دست میگم اون دختر شما نیست آقا، عوضی گرفتین. اون یه دختر دوست و جیپونه. چی؟ مادر نفهمیدم این حقیقت داره؟ پدر، من شبنم هستم، من دختر تو هستم. پس تو شبنم نیستی؟ جواب بده. نه خیر حضرت آقا، این دختر یه جیبور سابقه دار، دختر شما اون یکیه. حالا کارت به جای رسیده که میخوای شوهر مردمان بدستی، عوض حلقه نامزدی این دستبند باید به دستگاه تو بخوره. حلقه رو پس بده. خجالت نمیکشی جایی منو گرفتی؟ تقصیر من نبود، خودشون منو اشتباهی گرفتن. بالاخره من خدمتت میرسم. بسیار خوب. عجیبه این عکس پدر قزانه، ها 15 سال به این بر هیچ عوض نشده. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. همش تقصیر این دل صاب مرده منه که تو رو گرفتار کردم. باور کن اگه دوستت نداشتم ولت میکردم که با همون آقا جیگوله عروسی کنی. غزال جون مطمئن باش اگه منو نبخشی خودمو میکشم، میفهمی؟ هیچ دلم نمیخواد که تو رو دو زندون ببینم. مرد نیستم اگه نجاتت ندم. عیب نداره حسین، مگه من دفعه اولمه که تو زندون اومدم؟ اینجا خونه قدیمی ماست، شایدم قسمت ما اینه که همیشه تو این سوراخ سنبه ها بلونیم. غزال جون بهت قول میدم که هر طور شده تو رو از زندون بیارمت بیرون. بی خود بغض نکن، واسه من فرقی نمیکنه که تو زندونم یا آزادم، تو رو هم خوب میشناسم. ما جفتمون علکی خوشیم، نه تو آدم میشینم من. ما لیاقت زندگی آدم ها رو نداریم حسین جون، همیشه باید مثل موش تو سوراخ زندگی کنیم. بی خود خودتو ناراحت نکن. وقتتون تمومه. دختره کیه؟ میپرسی دختره کیه؟ خب معلومه دیگه، اون غزاله یه موجود بدبخت مثل خود من. نه احمق جون، همین غزال که خیال میکنی یه دختر بی سرپاس، دختر همون ایرونی میلیونره. برو بابا دلت خوشه، چی داری میگی؟ زیادی ور میزنی، تو حالا داری عوضی میگیری. دختر اون ایرونی میلیونر همون شبنمه. نه غزال خواهر دوقلوی شبنمه، هر دوشون دختر همون خونواده ایرونی هستن، خودم دزدیدمش. چی؟ جون من تو داری راست میگی خلیل؟ باور کن به این برکت قسم دروغ نمیگم، خودم دزدیدمش. اینم تو حاضر بیه تو محکمه اعتراف بکنی؟ میخوای با پای خودم برم اعتراف کنم تا آخر عمر بیفتم تو هلافتونی؟ اگه این کارو نکنی با دستای خودم میفرستم قبرستون. باور کن تو که منو میشناسی، ممکن نیست یک کلمه حرف بزنم. چه سرفه بزن یا باید بیای دادگاه اعتراف کنی یا با دستای خودم خفت میکنی. باش حرف بزن، بگو حاضری بیا یا نه. نه من هرگز در بشن تو با پای خودت بیا تو اعتراف کنی. حرف بزن، حاضری بیا یا نه. خیلی خوب آتا جون، خیلی خوب، باشه میام اعتراف میکنم. یالا رو بیافت برو جلو. آقا رئیس من حقیقتو میگم، خب چیکار کنم دیگه؟ منم میخواستم مثل خانمه زندگی کنم، نمیخواستم تمام عمر تو کثافت بلولم. اونا خودشون من اشتباهی گرفتن، من که تقصیری نداشتم. آقا رئیس بسیار خوب بشین. آقای وکیل مدافع، ادعای خودتان را بیان کنید. آقای رئیس دادگاه، این دختر فطرتاً فاسده،
به عشقها و دروغهاش نباید توجه بشه. در پشت این صورت معصوم قیافه یک ساحره جنایتکار مخفی شده. این زن دختر معصوم منو بیگناه به زندان انداخت. اون ما رو با زبون بازی و شیادی فریب داد، حتی بیشرمی رو تا اونجا رسوند که میخواست نامزد دخترم هم از دستش بگیره. این زن از شباهتش به دختر عزیزم سوء استفاده کرد و جواهرات ما رو در هتل دزدی. اون برای نفع شخصی خودش میخواست زندگی خانواده آبرومند منو از بین ببره. این زن که به قول خودش تمام عمر در کثافت و نکبت زندگی کرده، ابدا معنی انسانیت و شرافت رو نفهمیده و نخواهد فهمید. آقای رئیس، باید ریشه این اشخاص فاسد رو در نطفه از بین برد. قبل از اینکه درخت تنومندی بشن برای شکن کردنشون مشکل بشه، باید اونا رو قطع کرد. من از محضر دادگاه استدعا دارم که سخت‌ترین مجازاتی رو که قانون این کشور برای این جور اشخاص در نظر گرفته برای او در نظر بگیرن تا باعث عبرت سایرین بشه. بسه، بسه دیگه. اینقدر به من بیچاره تهمت نزنین. این تهمت رو باید بین اجتماعی کثیف بزنین. وقتی بچه بودم پدر مادرمو گم کردم و پیش کولیا بزرگ شدم. اگه منم پدر مادر بالا سرم بود به این روز نمی‌افتادم. اونا خرسه بر از تو خیابون برداشت و برد هتل. حالش تقصیر اون گنده بود. من بیشتر عمرم و گوشه یه زندون گذاروندم. خیلی خوب آقا رئیس، من به همه چی اعتراف میکنم. من از روی بیچارگی و تربیت غلط مجبور بودم دزدی کنم. سابقه من خراب بود، هیچکی بهم کار نمیداد، هرچه میرفتم بیرونم میکردم. ولی باور کنین من پشیمونم. آقای رئیس، من از حق خودم نمیگذرم. همیشه جنایتکارا در پشت یک چهره مظلوم و با همین حرفای فریبنده میخوان گناهان خودشونو به گردن دیگران و اجتماع بندازن. آقای رئیس دادگاه، من از حقم نمیگذرم. اون باید مجازات بشه. جناب آقای رئیس، اجازه میخوام که متهم اصلی رو معرفی کنم. ساکت. چی هستی؟ جناب آقای رئیس، با اجازه دادگاه، من خلیل سیبیل، یعنی متهم اصلی رو آوردم اینجا خدمتتون. اون میخواد اعتراف کنه. نظم دادگاه رو به هم نزنید. بسیار خوب، شما بشینید. فارس پسر بناش، اجازه بدین از اول بگم. من یه کلی هستم. حدود 15 سال پیش بود که یه روز من و عیالم گشنه و تشنه کنار ساحل راه می‌رفت. دیدیم یه دختر کوچولو و خوشگل که از ظاهرش معلوم بود مال یه خانواده پول داره، چشممون رو گرفت. گفتیم شاید خدا روزی ما رو به وسیله این دختر رسونده. خلاصه دختره رو دزدیدیم، اما بعد از این کارمون پشیمون شدیم. به خدا قسم رفتیم دختره رو به پدر و مادرش پس بدیم و یه انعامی بگیریم. اما وقتی رفتیم اونجا دیدیم باباش با چند تا پلیس و مأمور دارن اونجا رو میگردن. این بود که ترسیدیم و فرار کردیم. به هر ترتیبی بود ما اون دختر رو بزرگ کردیم. ما کلی هستیم، همیشه دوربر استانبول و شهرهای دیگه اروپا ویدون و سرگردونیم. اتفاقا پارسال دوباره اومدیم استانبول که شاید همینجا بمونیم و به زندگیمون یه سر و سامونی بدیم. دختری که من بزرگ کردم اونجا نشسته و اسمش قدر. بله، پدرش آقای مطیع وکیل دادگستریه و ایشون هم مادرش هستن. حالا هر مجازاتی باشه خبر. بسیار خوب، بشین. خب آقای وکیل، حرفای این مرد رو شنیدید؟ بله شنیدم آقای رئیس. من الان دیگه اون وکیل دادگستری نیستم که میخواست با سماجت یه دختر کولی و بلگرد رو محکوم بکنه و تقاضای اشد مجازات رو برش داشت، بلکه پدر بیچاره این هستم که بعد از 15 سال جگرگوشم رو پیدا کردم، چیزی رو که هرگز انتظارش رو نداشتم. آقای رئیس، شما خودتونم حتما پدر هستین، میفهمین که من چی میگم. میفهمین پدری که بعد از سالها در نهایت ناامیدی به فرزند گم شدهش رسیده چه حالی داره؟ آقای رئیس، این پدر بدبخت تقاضای عفو دختر شده. پس شما از شکایت خودتون صرف نظر میکنید؟ بله آقای رئیس، صرف نظر میکنم. مگه ممکنه پدری یا مادری فرزند گم شدهشو به این حال روز ببینه و اونو محکوم بکنه؟ دختر من تقصیری نداره. بیرحمی زندگی اونو به این روز انداخته، ولی من بهتون قول میدم از همین دختر کولی و بلگرد زن فهمیده و دل رفت تحویل جامعه بدم. اینو بهتون قول میدم، قول شرف میدم. بسیار خوب، بفرمایید بشین. خیلی متشکرم جناب آقای رئیس. ازتون اجازه میخوام که منم دو کلمه صحبت کنم. شما حرفای یک پدر رو شنیدین که چطور از دخترش دفاع میکرد.
این پدر فهمیده که قزال به هیچ وجه گناهی نداره. آقای رئیس، شاید مقصر اصلی این جریان من هستم. منم که اونو به دزدی و جیببری تشویق کردم. ولی اگه حقیقتو بخواین، گناهکار نیستم. چون منم از بچگی وارد این کار شدم. منم کسای دیگه تشویق به دزدی و جیببری کردم. حالا که پدر مادرش پیدا شدن، باید بگم که این دختر مثل آینه پاک. من حاضرم تقصیر اونو به گردن بگیرم و به جای اون به زندون برم. بدین مسئله دادگاه قزال یا جاله فرزند آقای مطیع رو تبرئه میکنند، ولی خلیل و حسین که در این جریان متهم اصلی هستن به زندان میرن تا بعداً به اتهامات آنها رسیدگی بشه. حسین ناراحت نباش، زیاد طول نمیکشه. اگه قسمت باشه بازم هم دیگر میبینیم. تو پیدا شدی پدر جون. دخترم چقدر از دوریت رنج کشیدم. تو باز منو ببخشی خواهر. خواهر جون نمیدونی چقدر خوشحالم از اینکه تو پیدا شدی. بیگه ما کم به با بگی تا من بخشده نیست بابا. البته دخترم، خدا رو شکر آقا جونه. گوشت گوری من باید بدی چون من بودم و بردمش موجه. حالا دیگه باید هم دو دیگه آتا یکی جشن عروسی علاقو یکی هم پیده شده. بفرمایین چای تایی دم قند پهلو. کی چایی خواست؟ مگه شما نخواسته بودیم؟ حتما ژاله خواسته. من چایی نمیخورم. ایوای ببخشین خیال کنم. نرو بهش بگیم ناته اونجا نشسته. خیال کنم شمایی. ببخشین عبدی گرفتم. برو خود تو لست نکن. کش بفرمایی شب نمخونیم. بح تو دیگه خیلی عوضی هستی و من ژاله. الو اونجا پاک خراشون شده. الو سلام پسرم، حالت چطوره؟ خیلی خوب، الان صداش میکنم. شبنم، نامزدت پای تلفن میخوادت. چی؟ نامزدم برو کی بود؟ ای بای مادر، شبنم منم. تو کی میخوای مدت رو عوضی بگیری؟ معذرت میخوام عزیزم، برو تلفن رو جواب بده. اصلا ما توی خونه دیوونه نشدیم خیلی ها. یواش یواش عادت میکنیم. حسین عزیزم، من همش به یاد تو هستم. باور کن جز تو به هیچ کی علاقه نداری. درسته که پیش پدر مادر و خواهرم خوشبخت، ولی برم پیش تو همش در انتظارم که زودتر بیای پیشم. هرچی باشه ما از بچگی با همدیگه بزرگ شدیم. امیدوارم تو هم از کارهای ناشایسته گذشته دست بکشی و بیای پیش من. حسین عزیزم، زندگی بدون تو بر من غیر قابل تحمل. دوست دارت، ژاله یا غزاله؟ حسین کاوه، حسین کاوه. بله بفرمایید. بیا بریم تو دفتر، رئیس کارت داره. خیلی خوب. به خاطر انضباط و خوش اخلاقی و همچنین برای اینکه شکایتی بر علیه تو نشده، دستور دادم به شرط اینکه من بعد راه و رسم زندگی را عوض کنی و با شرافت زندگی کنی، تو را از زندون آزاد کنیم. چی گفتین؟ پس من آزادم؟ میفرمایید میتونم همین الان از زندون برم بیرون؟ بله، تو از این ساعت آزاد هستی. اجازه بدین دستون ببوسم. خواهش میکنم. برو به سلامت. قول تو فراموش نکن. چشم، مطمئن باشین. دو سه ماهی میشه که از این هتل رفتم. ببخشید نفهمیدین کجا رفتم؟ فکر میکنم همشون رفته باشن تهران. بله، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. هی هی هی
خواهرتون نرفتین؟ آه چم تو رفت با اون با نونزدش رفت هیچ وقت منو با خودشون نمبرن گردش بترسن سر قر بشی عیبی نداره عبدش من خودم شما رو میبرم جفتی با هم میگردیم میرم تو جای خوب کش ولدی شاید تو منو میبری یاره یعنی بریم تو پاس من میرم بالا بعد میگرم پایین با هم میریم Thank you.
خیلی معذرت میخوام، با آقای ناصر مطیعی کار داشتم. چیکارش داری؟ والا چطور بگم، راستش یه مطلب خصوصیه، مربوط به خودمون دوتاییه. چه مطلبیه؟ عرض کردم که خصوصیه دیگه. آقای مطیعی خصوصیتی با کسی ندارن. شما بگی حسین استانبولی، خودش میدونه. برو بزن به چک. چه خبرته؟ گفتم بهش بگو حسین استانبولی اومده، ما با هم رفیقیم. بزن به چک، بزن به چک. نوبره میز آورده. بی تربیت. این دیگه از کدوم طبیله اومده؟ واقعا مسخره است. خیال میکنه که آقا وقت دارن هر ولگردی رو بپذیرن. اینقدر آقا آقا در نهار، ما باز خودمون یه پا آقاییم. ببین تو خجالت نمیکشی اسم خودتو میذاری آقا؟ لا نمیفهم مگه فرق ما با آقاهای دیگه چیه؟ آقایی فقط به پول زیاد و شکم گنده است. آره آقا جون برو بیرون، کن دست بکش کنار. برو بیرون، اگه کار خصوصی داری برو خونش، اینجا نمیشه. گفتم کار خصوصی دارم، میخواستم دو کلمه صحبت کنم. بابت بگو حسین استانبولی اومده کارش داره. آقا تشریف ندارن، هنوز بر نگشته. هنوز بر نگشته؟ خیلی معذرت میخوام، ممکنه بیام تو؟ میخواستم یه چند تا سوال ازتون بکنم. خجل کیه؟ با کی کار دارم؟ آه سلام حسن آقا، حالت چطوره؟ بینم مهمون نمیخوای؟ بابا یه تعارفی یه بفرمایی. بینم شما دم در از مهمونتون پذیرایی میکنین. آره تو اومدی تهران چیکار کنی؟ اینجا اومدی چیکار؟ خب معلومه، از استانبول اومدم اینجا که آقا رو ببینم. اصلا به تو چه مربوطه؟ تازه نیومدم اینجا بخورمتون که. برو برو دنبال کار خدا بده. اینجا ملکونه معامله نیستی؟ یا لجید باید بگم بچم؟ بابه چه خبرت، اینقدر جس گرفتی؟ اول آدمت بشناس بعد صداتو بلند کن. شناختم. بود برای قهوه تو که تمیز درست کنم بعد ببینم. بود مطالبش کن. در ذهن من تا غذا رو نبینم اینجا جام نمیخورم. فهمیدی نه؟ اون پای کثیف در رو میز بنداز تو. اون ممره دیگه لولو برد جاله دیگه، تو داخل آدم نمیدونه، به تو محل نمیدونه، هیچی به خودت هم محل نمیدونه. یالا باش اینجا بده من دلوت کن. یالا بده بینم لابد لابد میخواد عروسی بکنه. آره اون دیگه تو رو فراموش کرده، بعد 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 به سلامتی عروسی میکنه. چی؟ جدی میخواد شوهر کنه؟ جاد خالی اونم چه شوهری؟ کین؟ بله که چه شوهری؟ از غزال میخواد شوهر؟ غزال دیگه مرد، اون جاله خانومه. بله درسته، اون جاله خانومه. ممکنه یه خواهشی ازت بکنم؟ والا استثناءن بکن. اینو لطفا بهش بده، پیش من جا گذاشته. خیلی خوب، بدش من اونینو بندنگردی. خب خداحافظ حسن آقا. خداحافظ تو چه نبود. خیلی به همون خوش گذشت، امشب هم میری مهمونی. خواه باش البته خواهر جون، امشب میریم خونه پدر نامزده، درسته یا نه؟ خب پس همین روز عروسی میکنی مگه نه؟ حالا چه عجله ای داری؟ خیلی آتش تنداشه. نه نه بگو که با چه امیدی اومده اونجا. دیگه ممکن نیست جاله به من اعتماد کنه. اون با این زندگی عیونی و دم و دست و اتومبیل و خونه کجا، من بدبخت بینوا کجا؟ خداحافظ غزل، برای همیشه. امیدوارم خوشبخت بشی. جاله خانم اومدین؟ اما یه خود دیر اومدین، اومده بودن دنبال شما. بینم کی اومده بود؟ همون یارو از استانبولیه اومده بود. چی؟ حسین من؟ بعد بندنگرد شما پیشش مونده بود، اومده بود بده بره. کجاست؟ پس چرا نگرش نداشتی؟ من خودم فهمیدم شما از این خوشتون نمیاد، بیرونش کردم. بله بیرونش کردی؟ چه
چطوره گذاشتی بره بگو بینم اون کجا گذاشتم. من خودش رو به میلش نکردم، شوخی کردم. نفهمیدی کجا رفتی؟ الله حرف بزن. الان باید سر خیابون باشه، همین الان رم. خانوم جار خانوم بایدیم بندنگردتون. این باید بازاری کردم که پشت آمدم اینجا. حسین صبر کن. غزال توی حسین چرا؟ غزال من منو ببخش که مزاحمت شدم غزال. میدونی من بی خود پشت آمدم اینجا. اینجا به هیچ وجه جای من نیست غزال. این حرفا چیه حسین؟ من همش به یاد تو و به انتظار تو بودم. غزال تو دیگه واسه خودت جاله خانم شدی، پدر و مادر پولدارتو پیدا کردی، برای خودت خونه و زندگی و دم و دستگاهی به هم زدی، ولی من همون حسین فقیرم که تو زندگی فقط یه قلب کوچیک داشتم که اونم تو خوردش کردی، نابودش کردی، از بین بردش. حسین ازت خواهش میکنم این حرفا رو نزن، تو تنها امید منی. حسین دوست داره، تا آخر عمرم هم دوست داره. تو خودت میدونی که منم دوست دارم، ولی فایدهش چی عزیزم؟ زندگی ما دو تا خیلی با هم دیگه فرق داره. من الان فقیرم ولی تو پول داری. نه این حرفو نزن حسین، تو خودت میدونی که من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. این من بودم که نامه نوشتم بیای پیشم. نه من لایق تو نیستم غزل. تازه عشق خشک و خالی چه فایده داره؟ تو خیلی هم لایقی، من همه چی رو به پدرم میگم. نه نتیجه نداره، اون حتما مخالفت میکنه، حاضر نیست دخترش با یه جوان آسپاس عروسی کنه. تازه سابقه منم خیلی خوب قبول میکنه، مخصوصا اگه بفهمه تو جوان پاک خوبی شده 100% قبول میکنه. بی بریم باش حرف بزنه. بیا من اونو دوست دارم. چرا نمیخواین بفهمیم پدر جون؟ من تمام عمرمو با اون زندگی کردم، با اون بزرگ شدم، دیگه نمیتونم بی اون زندگی کنم. بخو اینجا تیرونه، حدی قضاها دیگه گیرت نمیاد. بخو دسترم واسه بیارم بلابو دیگه. پس تو اونو دوست داری؟ آره بله پدر دوستش دارم، خاطر خوشم. بسیار خوب دخترم، بگو بیاد اینجا ببینم. قربون شما، قربون معرفتت پدر جون. حسین جون برنش مینم، برنش مینم، قضاشو بخوره همین الان میام. باش خوابشو برد بی سری میزه ما همونجا با ما غذا میخوره. بلنشو ببینم دیگه. یا الله اونجا قدیم زود باش. چی؟ بیاد پیش شما غذا بکنه. بلنشو دیگه اینقدر معطل نکن. خب بریم ببینیم چه خبره. جون سلام. سلام جلیل تو کالا. میبخشین مزاحمتون شدم، معذرت بخوام. چه مزاحمتی؟ بشین پسرم. فرضی بشینه. بیا بشین پسرم. بیا من بشین دیگه. برو چاش چاکرتون نفذ دارم با داشت بگیرم. قدام شما از استانبول تا اینجا پیاده را اومدی خستن. بفرمین خب حالت چطوره پسرم؟ والا به مرا شما بد نیستم، فکر میکنم جمعون دیگه اینجا جمع شده، همین در تخته ها به هم افتدیم. خیلی خوشحال شدم. قربون شما، من هم همیتو خانم. مشروب؟ من مشروب نمیخورم قربون شما. بسکیه بگو امیدوارم منو به قلامی خودتون قبول بفرمین. هیچ مانعی نداره، موافقم، فقط بگیشم. اون شرط قبول داره پدر جون. اینجا برات کار هست، امیدوارم دیگه بعد از این با شرافت زندگی بکنی. تو چشم خب من میخواستم گلاسمو به سلامتی یک انسان با شرف بخورم پسر. به سلامتی. قربون شما. به سلامت. سلامتی. بدونین قسمت این بود که با یه فامیل محترم ایرانی وصلت کنم و بالاخره آدم حسابی بشم. سلامتی. اینم شد داماد آقا، بعد با به اینم سلام بکنم. عجب گرفتم. کی داره گریه میکنه؟ مثل این که صدای حسنی. برو بالا ببین چه خبره. حالا میرم بالا ببینم چی شده.
چی شده حسن؟ قربان مگه من جای خونه دل ندارم؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا گریه میکنی؟ قربان دوتا دختران تو با دوتا نامزدهاشون عروسی میکنن، مگه من بدبخت دل ندارم؟ آه قصه نخور، تو هم عروسی میکنی. نه شما تو این چندی رو چند ساله هم من نبازیدین که حسن آقا تو هم تو این خونه ای زن میخوای یا نمیخوای؟ خیلی خوب، حسن آقا تو هم تو این خونه ای زن میخوای یا نمیخوای؟ البته که میخوام. چیو میخوای؟ پس شما موافقی اجازه بدی عروس خانوم رو نشونتون بدم؟ خیلی خوب، بعدا. نه اجازه بدی، میخوام همین الان نشونتون بدم. از کجا میاری نشونم بدی؟ یه دقیقه سب کنی، الان یه بیت میخونم ظاهر میشه تو جون. الان جادو میکنم از این چمدونه میگه بیرون. عزیزم زنده یا نه؟ حتما زنده هست. داره بود میزده. گفت سلام. سلام. اینو از کجا آوردی؟ این همونی که تو استانبول میرقصی، من ازش خوشم اومد برش دادم آوردمش اینجا. تو حاضری زن حسن بشی؟ معلومه، خدا میخوام، من خودم به وسیله یه مترجم ازش پرسیدم، گفت آره. بسیار خوب، بیارش بیرون. بله حاضرم. قدرت برم من الهی. خیلی خوب، مبارکه، خودم همین روزه ترتیب عروسیتون رو میدم. نه خیلی این آدم بیشونی